حکم شرکت ورزیدن با همراهی کافران در ایدهایشان. سوال: بسیاری از مسلمان ها را مشاهده نمودم که در جشنهای کریسمس و در بعض جشنهای دیگر شرکت می‌ورزند. آیا یگان دلیل در قرآن و سنت وجود دارد که آن را به آنها نشان بدهم و آن دلیل بر غیر شرعی بودن این عملها دلالت بکند؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. شرکت ورزیدن با همراهی کافران در عیدهایشان با سببهای زیرین جایز نیست. سبب اول: زیرا این عمل مانندی به آنها است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی خود را به قوم مانند سازد پس او از جمله آنها است. حدیث با روایت امام ابو داود. عبدالله ابن العاص گفته است: کسی در سرزمین مشرکان زندگی بکند و نوروز و مهرگان آنان را جشن بگیرد و خود را به آنان مانند سازد و در همین حال بمیرد، در روز قیامت زیانکار خواهد بود. سبب دوم: شرکت ورزیدن در عیدهای مشرکان نوعی از اظهار دوستی و محبت نسبت آنها می باشد. الله سبحانه و تعالی در قرآن فرمود: ای کسانی که ایمان آوردید یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. سوره مائده آیه 51. اینچنین الله می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید دشمن من و دشمن خود را دوست مگیرید. شما با آنها دوستی میکنید در حالی که آنان به حقی که برای شما آمده است کفر ورزیده اند. سوره ممتحنه آیه 10. سبب سوم: عید این یک چیز دینی و عقیدوی است، عادت‌های دنیوی نیست، چنانه که حدیث آن دلالت کرده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر قوم عیدی دارند و این عید ماست و عید آنها بر عقیده فاسد و شرک و کفری دلالت میکند. سبب چهارم: الله سبحانه و تعالی در قرآن در سوره مائده آیه 51 فرمود: و کسانی که بر دروغ شاهدی نمیدهند. دشمنان این آیت را به معنای عیدهای مشرکان تفسیر کردند. تحفه کردن کارت‌های تبریکاتی و یا فروختن آنها و اینچنین فروختن تمام وسایل و لوازمات عیدهای مشرکان از قبیل چراغک‌ها، درخت‌ها و خوراک‌ها جایز نیست.